بیشک تا به حال شنیدید که عده‌ای از دانشمندان با بررسی‌های دقیق علمی و با متهم کردن سازمان‌های هوافضا مثل ناسا و سازمان هوافضای دانشگاه کلمبیا و در رأس آنها واتیکان بر این باورند که زمین نه تنها گرد و شبیه کره نیست، بلکه صاف و کاملاً تخت است. البته اصلاً با عقل جور در نمیاد، ولی وقتی به دلایلی که آنها می‌آورند گوش می‌کنید، افکارتان با چالشی بزرگ روبرو می‌شود. تحقیقیان بیان میکنه که زمین ما شبیه یک دیسک است و گرانش تنها یک توهم است و وجود ندارد. این انجمن در قسمت توضیحات دیدگاه زمین تخت این چنین می‌نویسد: زمین یک صفحه گرد است که در مرکز آن قطب شمال و در اطراف آن کوههای یخی که به نام قطب جنوب می‌شناسیم قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، کارمندان ناسا از این کوه یخی محافظت می‌کنند. دیدگاه زمین تخت تا اواخر قرن 19 میلادی بود که کم کم دستخوش تغییراتی اساسی شد. در آن زمان افرادی که به زمین تخت باور داشتند، تمام افرادی را که به نوعی در شکل گیری نظریه زمین کروی دخیل بودند، فراماسون و عضو لژن‌های فراماسونی می‌دانستند. عقیده داشتند که آنها سعی کردند با کنترل ذهن افراد، دانش بشری را به سمتی هدایت کنند که خودشان می‌خواهند. ما بررسی این موضوع را با نگاهی به باستانیان آغاز می‌کنیم. تمدن‌های اولیه مصر و بین‌النهرین جهان را در یک صفحه گرد شبیه دیسک فرض کرده بودند که درون اقیانوس شناور است. یک گزارش مشابه نیز در نوشته‌های هومر یافت شده که مربوط به قرن 8 پیش از میلاد مسیح است. هومر در نوشته‌های خود آب را در قالب یک شخصیت توصیف می‌کند که زمین دیسک مانند را در آغوش گرفته و به عنوان سرچشمه حیات روی زمین و همه خدایان توصیف شده است. سپس اقوام بنی اسرائیل نیز دیدگاهی مشابه داشتن. آنها بر این باور بودند که زمین یک دیسک تخت و شناور در آب است و توسط گنبد آسمان پوشیده شده و این گنبد بهشت را از دید زمینیان مخفی کرده است. با توجه به متونی که در اهرام مصر پیدا شده‌اند و نوشته‌های حکاکی شده بر روی تابوت فراعنه، مشخص شده است که مصریان باستان نیز به شناور بودن زمین در آب اعتقاد داشتند و بر این باور بودند که این آب خشکی‌ها را احاطه کرده است. فلاسفه‌ای همچون تالس، لوکیپوس و دموکرات از جمله افرادی بودند که زمین را تخت فرض می‌کردند. یک نویسنده انگلیسی به نام سامر روباسام بر پایه نتیجه‌گیری که از آزمایش سطح بتفورد به دست آورد، یک کتابچه 16 صفحه‌ای به نام ستاره شناسی پرسشگر را منتشر ساخت که بعدا آن را به یک کتاب 430 صفحه‌ای به نام زمین کروی نیست گسترش داد. و در آن بیان داشت که کتاب مقدس همچون ما این نظریه را که زمین صاف و بی حرکت است را پذیرفته. همچون گفته این نویسنده، بیشتر ادیان همچون اسلام و مسیحیت و حتی بودائیسم زمین را تخت و صاف توصیف کردند. برای مثال در کتاب مقدس مسیحیان، زمین همواره به صورت سطحی تخت که در آب شناور است تصور می شود و رکیا یا گنبد آسمان، آسمانی است که توسط انسان‌ها مشاهده می شود و مانند یک نیم‌کره است که زمین را احاطه کرده است. بر اساس کتاب مقدس انتهای برای زمین وجود دارد. همچنین در کتاب مقدس مسلمانان، زمین را صاف و تخت معرفی می کند و آسمان را همچون گنبدی بر بالای آن و اینکه خورشید و ماه گرداگرد زمین در حرکت هستند. کتاب‌های مقدس برای توصیف زمین همیشه از کلماتی مانند وسیع، گسترده، پهن شده و غیره استفاده می‌کنند. یک کره هرگز دارای سطح مسطح و پهن نبوده نیست و نخواهد بود. با فرض مدل کرویت زمین، هر جایی از زمین که باشید در واقع بر روی انحنای زمین قرار دارید. زمین تخت‌گرایان بر این باورند که یک دیوار یخی و پهناور گرداگرد جهان را احاطه کرده است و با یک سفر دریایی به دور جنوبگان خواهند توانست حرف خود را به کرسی بشنانند. بر اساس ادعای دانشمندان و آنچه که در وبسایت فلت ایرث سوسایتی آمده است، تاخچه‌های یخی جنوبگان خود گواهی بر تخت بودن زمین هستند، چرا که مانع پیشروی بیشتر می‌شوند. ضخامت این دیوار یخی عظیم که جنوبگان را احاطه کرده است به چند صد متر می‌رسد. اما متأسفانه سفر به دور جنوبگان میسر نمی‌باشد به خاطر یک معاهده. پیمان قطب جنوب در واشنگتن در تاریخ 1 دسامبر 1959 توسط 12 کشور
کشور که عمدتا دانشمندانی از آن کشورها در داخل و اطراف قطب جنوب مشغول تحقیق و فعالیت بودند امضا شد و سپس در سال 1961 41 کشور دیگر مجاب به پیروی از این پیمان‌نامه نیز شدند. این معاهده میگوید که هیچ نهاد واحدی نمیتواند ادعای مالکیت بخشی از این قاره را داشته باشد و با وجود آنکه آزادی تحقیقات علمی در معاهده جنوبگان محترم شمرده شده، اما در واقع نوع، تعداد و مکانهای مورد نظر برای انجام فعالیت‌های اکتشافی در این قاره را محدود کرده است. یعنی دقیقاً جاهای مهم که مد نظر دانشمندان برای اثبات تخ بودن زمین است را ممنوع اعلام کرده است. به عقیده آنها جنوبگان لبه دنیا و نشانه از تخ بودن زمین است. سفر دریایی زمین تخ‌گرایان به جنوبگان یک ابهام بزرگ دیگر هم دارد. اینکه بر طبق پیمان نامه ناخدای کشتی باید از سیستم ناوبری مبتنی بر زمین کروی استفاده کند. پس همین آغاز سفر آنها با یک تناقض بزرگ همراه خواهد بود. متیو بایلن یکی از کارمندان ناسا بود که ناسا بنا به دلایل کاری که مشخص نشد ایشان را اخراج کردند. نجومشناسان با این شخص در مورد نظریه مسطح بودن زمین مصاحبه‌ای کردند که ایشان میگوید من فقط در مورد این موضوع از ناسا چند سوال دارم که امیدوارم با سوال‌های بنده شما پاسخ خودتان را بگیرید. اگر بعد از این همه سال به دنیا اعلام شود که زمین کروی شکل نیست و مسطح است، چه مشکلی پیش می‌آید؟ با این دستگاه‌های پیشرفته نجومشناسی خود پس چه کرده اید؟ آیا ناسا به اشتباه خود اعتراف خواهد کرد؟ موضوعی که هیچ کروی‌گرایی قادر به اثباتش نیست موضوع انحنای زمین است. انحنا نه دیده، نه محاسبه و نه احساس شده و تنها بر روی کاغذ همراه چند عدد قابل نشان دادن است. برای تخ بودن زمین دلایل بسیاری وجود دارد، اما مهمترین دلیل این که هیچ انحنایی وجود ندارد و وقتی زمین انحنا نداشته باشد یعنی زمین تخ است نه کروی. از گذشته وقتی مردم در کنال ساحل کشتی‌ها را مشاهده می‌کردن آنها را در حال پایین رفتن می‌دیدند و ارسطو برای کرویت زمین این دلیل را مطرح می‌کند که کشتی به زیر انحنا می‌رود و ناپدید می‌شود. امروزه با وجود امکانات بیشمار و پیشرفته دست انسان برای نتیجه‌گیری نهایی از وقایع بازتر است. اگر فرض کنیم زمین کروی است و یک کشتی در حال دور شدن است، به علت وجود انحنا که مانند تپه است کشتی باید به سمت پایین منحرف شود. اما واقع یاد این است که کشتی هرگز ناپدید نمی شود و تنها دلیل ناپدید شدن کشتی وسعت دید ماست. در صورت کروی بودن زمین، وقتی که با یک تلسکوپ یا دوربین سوپر زوم به مسیری که کشتی در آن ناپدید شده نگاه می کنید، طبیعتاً نباید کشتی را ببینید، زیرا انحنا مانع دید شما می شود. اما موضوع کاملا خلاف چیزی است که فکر می کنید. یک دوربین سوپر زوم یا یک تلسکوپ بردارید و یک کشتی را در نظر بگیرید. وقتی که کشتی دور می شود و ناپدید می شود، به سمت آن زوم و با تصویر شگفت انگیزی روبرو خواهید شد، زیرا کشتی کاملا نمایان است و می شود کشتی را در افق به صورت کامل مشاهده کرد. تمامی تصاویر تهیه شده از زمین توسط سازمان‌های فضایی در ارتفاع بیش از 70,000 مایلی انحنای زمین را نشان می‌دهند، در حالی که تصاویری که مردم به وسیله بالون‌ها در ارتفاعات بیش از 170,000 پایی تهیه کرده‌اند، زمین را کاملاً صاف نشان می‌دهد. نقشه‌بردارها، مهندسین و آرشیتکت‌ها هرگز ملزم به احتساب انحنای احتمالی زمین در پروژه‌های خود نیستند، که این خود سندی بر اثبات تخ بودن زمین است. کانال‌ها و خطوط ریلی مایل ها بدون احتساب هیچ گونه انحنایی حفاری و جاگذاری می شوند. دیده شدن همزمان ماه در امریکا و استرالیا یک حقیقت است و اگر کمی در اینترنت جستجو کنید متوجه این موضوع می شوید. در یک کره هرگز امکان ندارد که بتوانید همزمان در استرالیا و امریکا ماه را تماشا کنید. همانطور که می دانید فاصله ستاره ها تا زمین چند صد سال نوری از فاصله ماه به زمین دورتر هستند. اما جیمز ساوت، منجم بریتانیایی، در روزنامه تایمز نوشت در 15 ماه مارس 1848 وقتی با تلسکوپ به ماه نگاه کردم یک ستاره در مقابل ماه دیدم و البته این اولین و آخرین باری نبود که من این را دیدم، بلکه بارها و بارها آن را رصد کردم، که در انجمن سلطنتی لندن ثبت شده است. حتما تا به حال دیده اید که برخی نمادها نشانگر این است که یک ستاره یا سیاره در وسط ماه قرار دارد. حتی این نماد در فرهنگ سومریان و ایرانیان نیز وجود دارد. این نماد در فرهنگ ایرانیان نیز مقدس بوده است و در گذشته رصد می شده، اما امروزه آن را پنهان می کنند. حتی پرچم بعضی از کشورها از این نماد گرفته شده است. ما در این ویدیو نگاهی کوتاهی داشتیم به این نظریه.
شما می توانید برای مطالعه بیشتر به وبسایت رسمی فلت ایر سوسیتی مراجعه کنید. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.